سلام مدبکسه، چه شو چه حالم، خیلی خوش اومد به مدبکس کانال خودتون. فرزاد هستم به همراه آنایتا. بریم سراغ گلچینی از بهترین های آیسان اسلام. خیلی خوش برگشتیم به کانال خودتون. آنچه این روزا هممون نیاز داریم که خود روحیاتمون عوض بشه. ما هم ترجیحمون اینه که حالا که رپ فورس خلوته یه خود بخندیم با حالا همدیگر خوب کنیم. اسلام اگر که مثلا خانوم باشن مخاطبمون چی؟ حاجیه، حاجی و حاجیه. من حاجیه صدا میکنم هم پس بگیم دخترم حاجی صدا میکنم. ستون و ستونه، ستونه. آقا گوش بریم، گوش بدیم ببینیم و بخندیم و حال کنیم با آیسا. همه با هم، همه با هم، همه موقع کافی میخورم. خوار مادر من کافی رو گاییدم. چیه کسگش؟ من کارداشیان رفتم با این کیم کارداشیان به جان پدرم، بعد دیدی که چه کونه گوشتی داره. به قرآن شروع کردیم لب و لوب گرفتم، بعد دست آوردم دیدی که لب میگیری بعد میخوای کونه چنگ بگیری پشت قدرت رو ثابت کنی. دیدم خدا رو دستم به یه چیزی خورش به کون نیستی. بعد دیدم چی رو میگه حاجی؟ کارداشیان نمیگه، کیمو داره میگه؟ آخه آیسان آجی اون کیم کارداشیان درسته که با سنگ بسیار گنده و فلانی داره، ولی در دسترس همه تو آره. میدونه شبیهشه فکر نیست، فکر کنم آره. من میگه که من دو دول دارم. آی خواهر تو من گاییدم. آقا این اومد اینجا و شب اول آقا ما شروع کردیم لب و لوب و اشغال کار ما که داشت تموم میشد، این دعیوز قدیر غف کرد پاشو دور من، منو نگه داشت. آقا اینجا سنی قدرناکی دیگه الان خارگوسه به آلش زنی داده که من حاملم. از این نره الان واسه باباش تعریف میکنه که آره. این اتفاق افتاده. اون میگه ای بابا داداش آیسان میگه برای بچه فایل داره، بچه درست نکنی ببینی چالوس. خیلی قشنگ حرف زد، دوست داشتم. چالوس بچه چالوسه. دختره بعد میخواست برای من چیکار کنه فکر میکنی قدیر؟ دختره برگشت گفت از امروز تا یه ماه آینده، دختره خلافکار بود، گفت تو یه ماه فقط با من باش، دست به هیچی نزن، فقط گفت تو ماشین با من با $1,000,000 قدیر تو دو ماه. کسکش همه چیره خراب کرد پسره. آقا این کس مکن میدی آقا جیگه خاطی کردی با من باش و $1,000,000 بگی بلش بخواهد مادرشونه گایده پرش علی آقا بلش گفت با مادر اینه رو بگیده. خیلی من لحجه این بچه های مازندران و اون برم گیلانی ها اصلا کلن شماله لحجهاشون شیرینه. وقتی تو سخه به زعی میزنه میگه بیا خونه همون خال او یعنی که دیگه سیما آخر جان شیرمرد داری میاد شیرمرد با هم ما باید که دوست معمولی شدیم خارکوس آخر کردیم اینقدر بدبختیم با ای وای وات دی فاک یزیدت آجی این ویدیو جدیده که فرستادین چقدر سکسولیه. همون الله به قرآن مجید. مگه دوست معمولی چجوری با دختر میشی؟ مگه میشه آخه؟ من هر سیدی خواستم دوست معمولی بشم جلسه سوم چهارم خلاصه یه جوری کسکیل آوردم یه رو تمام شد رفت. آجی یعنی چی نمیشه؟ من پشمام اینجا رو نیستم آجی، یعنی تو دیگه خیلی مغزت باید فلج اطفال باشه که هر کیو اینی بزنی زمین که داداش اینجوری باشه که معمولی با آره زنگ رو زنگ بند نمیشه که شبیه سریال ترکیه میشه که زندگی بعد ددی چه خبر؟ به قرآن و مجید آجی این همین صحبتی میگم آقا ولش کن تو گاییدی ددی رو، تو ددی رو میگه گاییدی، گفت تو ددیر گاییدی بابا ما اسیر شدیم، رفته بودم صبح قهوه خونه اینجا یه املت بخورم یارو منو برد پخش گفت یارو منو برد پشت یخچال، من فکر کردم میخواد ترتیب رو بده،
گفتم که آقا چیه؟ گفت بیا عکس آقایی بگو چرا پشت یخچال؟ گفت آقا بیرون دیوارش خیلی کلیه، پشت یخچال تمیز داره، اونجا بریم اونجا بگیریم. ببینی چی شده بوده؟ باباش گفته باباش یکی جنازه بده قدیمی بوده، گفته بیا پشت یخچال منو بزن زمین بریم بیا. خونه کی داره اینو تعریف کنه؟ آره وقتی بالا اول میاد خونه میگم این گلچینی که فرستادی خیلی گلچینه در کفیانه. آمد خودو هلو یس پلیز تانکس داداشی رفت تا فردا صبح. مواظب خودتون بچه ها باشین. داداش داره میره برای شخزنی. این لایف میگیره باید امن یو جیو مستبل ازار شبستون مبستون پبستون من زنمون بزرگ کرد دیگه، من و همون زنمون. این مامانی رو تو سریال پایتخت دیدم که اصلا چیز دیگه مازنی ها زیاد نیست که استفاده میکنن به مامانشون یا مامانی مامانی دیگه. آره دیگه من ندیدی عرسو بود میگفت من پسر خاله مامانی بدی برای تو بودم. آها راست میگه راست میگه قدیل اینو همه تو خونه پدر بزرگ من بودیم سالاره دیگه. من صداش میکنم مامانی، من دنیا آمدم اونو یادمه که بعدن پیش خودم میگودم بابا میگودم چیه بودم چجوریه اینه ما میگیم مامانی تو رو میگیم بابا بعد این زن عموی رجه تازه تا سن 18 سالگی کسکیج و کسکلابی بودم دیگه نمیدونم کی به کیه. قدیل جون میخوام بهت ایدی بدم. ایدی چی میخوای؟ الان میزونم هر ایدی بخوای بهت میدم. چی میخوای ایدی؟ همین الان بگی بذار نیم ساعت دیگه میگم امیرانی بزنه برات هر مبلغ بدی. پس هیچی نمیخوای؟ یه دو شما بزنید تو کافیه. دو چیه؟ آبا دو میلیون چیه؟ برو بالا دادا برو بالا. پنج میلیون برو بالا علی جون بالاتر بالا سنگو بزنم. یه بالا دیگه سنگو بکنم یه عزیزه تو. آره کنید داره یه بالا سنگو بکنم. ده خوبه ده من از هیچ که حساب نمی‌بردم که فقط از این می‌ترسیدم. بعد من این 8-9 سالگی میشاشیدم دو شلوار خودم. یه روز این زنموی منم خب میگم سنشون ما هم بالا بودی حال و سله نداشت بزن. الان نیست که پسر گل من اگر شما نشاشی مامان برای شما نمیدونم آب نبات میخاره. این خارکوسته منه گره فشمشم بهش میدادم خارکوسته مادر جنده همه چی اهل قرآن نماز بود ولی میدونست من ذره سیم من قاطیه بیمالر بودم بیمیز قاطیه میشه من نمیگفت از هیچ که با من کار نداشت. حالا اینجا رو گوش کن چیکار کرد یه روز بردین دستشوی من 8-9-5-6 سالم بود کله منه کرد تو توالت فرنگی. توالت فرنگی که نه توالت ایرانی. گفت یه به شمالی گفت اگه یک بار دیگه شلوارت شاش بزنی تو رو میکنم این تو. آقا دیگه اگر ما شاشیدیم دیگه شاشیدیم از ترسی که دو بار شاشیدیم یاد این صحنه. حاجی شاشبند شده خب. حاجی چرا مادر نرشه به دنیا من مادرش فوت کرده؟ حتما دیگه. آه پس اون مامانی هم که میگفت زن عموشو داشت میگفت بهش میگفتیم مامانی که میگفتم آقا این که زن عمومه بعد تو بابا می. آره دیگه. آره پس بچه شاشبند شد. البته تربیت اون موقع هم جوری بوده دیگه. تو وقتی میبردنت هموم یه لایه کلا رو زن داشتن. من یادم همیشه میسوخت تن بدنم بعد این. اسکراوش سنتی. افتادیم. ولی دیگه هیچ وقت تو شلوار خودم نشوشیدم. این خاطره مامانی من بود. من اگه معلم تاریخ بشم تمام جنگای بزرگ دنیا سر کس رخ داده بچه ها. اگه اینو بین تهش در بیاریم باور بکنیم جز انقلاب ایران که خودمون خواستیم خودمون رو کس کنیم. همه چیز رو دیده بقیه همه اینو دیده بودم سر کس بوده جز ایرانی ها چون اون دیدیم نمیشه بودیم آقای ما خودمون میخواییم خودمون رو کس بکنیم شما بیاییم ما رو بزنیم کس بکنیم. خیلی خوبه. آره تمام خیلی بال بود اینو. آره این آخریه رو ما قبلا دیده بودیم. آره. و حرف حقه خیلی مالی. بچه بازد اگه از این کلیپ ها دارین و دوست دارین که بشه ریاکشن میریم حتما. آره. ما
در ارتباط باشین و نیمای خنده دارتر. آره آنها راحت نمیخنده. آره. بعد میگین زورکی چرا میخندی؟ خب اگه من نخندم که میگی چرا آنا نمیخند، ولی من یه اینجوری کنی تا صبح برات میام. خب من واقعا خندم نمیگه باهات، مکس خیلی میخنده، اون رضا فرشته هم خندیدم کلی. آره ولی بچه‌ها گفتن که دیگه نریم. آره حالا نه اگه دوست داریم میریم بازم. بچه دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من و تو بودید. مد بکس چشو چاله مسج دنیا ما رو میبینید پر از آرامش. دوستتون دارم زیاد.